سرخط خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان عازم فرانسه شد تا جبهه مقاومت را نجات دهد. و همچنان مسدود شدن بیش از 6.5 میلیون افغانی از معاش اجمل احمدی رئیس پیشین بانک مرکزی. و در ادامه، پوتین: تجمع گروه های تروریستی در افغانستان می تواند امنیت ما را اخلال کند. و در ادامه، پیشنهاد عضو کنگرس آمریکا برای صدور ویزه مهاجرت به دارندگان فول برایت و خانواده های آنها. سلام، به کانال ما خوش آمدید. مسدود شدن 6.5 میلیون افغانی معاش اجمل احمدی. اقدامات سرپرست پیشین بانک مرکزی بررسی می شود. منابع آگاه و روزنامه 8 صبح می گوید که حکومت سرپرست طالبان 6.5 میلیون افغانی معاش اجمل احمدی را در حساب بانکیش مسدود کرده است. یک منبع روز پنجشنبه 22 میزان گفت که این تصمیم در روزهای اخیر گرفته شده است. منبع افزود اجمل احمدی سرپرست پیشین بانک مرکزی فرصت نیافته بود که حین فرار از افغانستان پول افغانی موجود در حساب بانکیش را به دلار تبدیل کند و سپس به خارج از کشور برود. همزمان با این رهبری جدید بانک مرکزی، کمیته متشکل از حدود 5 آمر این بانک را موظف کرده است که استخدام‌های انجام شده این بانک را در دوره اجمل احمدی را بررسی کند. این اقدام پس از اعتراض دست کم 10 کارمند پیشین بانک مرکزی روی دست گرفته شده است. کارمندانی که از سوی اجمل احمدی برکنار یا مجبور به استعفا شده بودند، از چگونگی کار روی در بانک مرکزی به طالبان شکایت کرده اند و خواستار استخدام دوبارهشان در بانک مرکزی شدند. به این ترتیب، استخدام‌های غیرقانونی سرپرست پیشین بانک مرکزی توسط این کمیته ارزیابی و به رهبری جدید بانک مرکزی گزارش می‌شود. پیش از این، گزارش‌های متعددی از برخوردهای سلیقه‌ای اجمل احمدی با کارمندان پیشین وزارت صنعت و تجارت و بانک مرکزی نشر شد. اجمل احمدی که از افراد نزدیک به خانواده اشرف‌غنی است، متهم شده بود که از روابطش با رئیس جمهور پیشین سوء استفاده کرده است. او در آن زمان ده‌ها کارمند با تجربه بانک مرکزی را از سمتشان برکنار و شمار دیگر را مجبور به استعفا کرد. بر اساس یافته‌های اجمل احمدی، به جای این کارمندان نزدیکانش را خلاف رشته و به شکل غیرقانونی به کار گماشته بود. با این حال، سیلگل توتاخیل، ناظر کل بانک مرکزی، در آن زمان از اقدامات غیرقانونی اجمل احمدی در برنامه حسابدهی دولت و ملت دفاع کرد و گفت که این استخدام‌ها قانونی است. ناظر کل در بانک مرکزی مسئولیت دارد که از عملکردهای عامل بانک نظارت و گزارش را برای تصمیم گیری و شورای عالی بانک مرکزی ارائه کند. اجمل احمدی در اوایل 1399 به عنوان سرپرست بانک مرکزی تعیین و برای کسب آرا به مجلس نمایندگان فرستاده شد، اما نتوانست رای بیاورد. و حالا می‌پردازیم به خبر بی نهایت مهم. ولادیمیر پوتین: تجمع گروه‌های تروریستی در افغانستان می‌تواند امنیت کشورهای زی نفر را برهم بزند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از گرد هم آمدن گروه‌های تروریستی از عراق و سوریه در افغانستان خبر داده و هشدار داده است که این گروه‌ها می‌تواند ثبات و امنیت کشورهای مستقل زی نفر را برهم بزند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روسیه پوتین 21 میزان گفته است که تروریست‌ها از عراق و سوریه در افغانستان جمع می‌شوند و این میتواند برای کشورهای منطقه خطر آفرین باشد. ظاهرا منظور پوتین از گروه های تروریستی داعشی است که در آن دو کشور حضور فعال دارند. روسیه در جریان سالهای گذشته عملیات وسیع را علیه گروه داعش در سوریه انجام داده است. با این حال، رئیس جمهور روسیه تصریح کرده است که این کشور برای جلوگیری از این تهدیدات نظارت خود بر مرزهای افغانستان را افزایش می‌دهد. او اطمینان داده است که روسیه آمادگی کامل برای مقابله با شبه نظامیان را دارد. از این رو، وی بر هماهنگی بیشتر میان مجریان قانون و امنیت در این کشورها تاکید کرده است. پوتین وضعیت افغانستان را بعد از خروج آمریکا به دلیل فعالیت گروه‌های داعش پیچیده توصیف کرده و نیز گفته است که تهدیدات احتمالی ناشی از آسیای میانه، منطقه قفقاز و مناطق دیگر را به تفصیل در اجلاس سران سازمان امنیت جمعی و شانگهای ماه گذشته بررسی کردند. اجلاس شانگهای ماه گذشته در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در این نشست، کشورهای اشتراک کننده در مورد
موضوعات مهم منطقه‌ای و امنیتی از جمله اوضاع افغانستان، مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بحث کردند. او افزوده است که این مسئله را در نشست آینده سران انجمن کشورهای مستقل زینفع بررسی خواهند کرد. گفتنی است که انجمن کشورهای مستقل زینفع شامل کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، این انجمن در سال 1991 توسط کشورهای روسیه، بلاروس، اوکراین ایجاد شد و مرکز اصلی آن در منسک پایتخت روسیه سفید است. و حالا می‌پردازیم به اصل موضوع. رهبران فرانسه و تاجیکستان با هم دیدار کردند. موضوع از چی قرار است؟ بله، شما هم می‌دانید که موضوع عبارت از پنشیر است. آقای مکرون، رئیس جمهور فرانسه، به خبرنگاران گفته است که تاجیکستان با افغانستان یک مرز مشترک طولانی دارد و ما در رابطه با این کشور دغدغه‌های مشترکی داریم. او همچنان افزوده است که مسئله پنشیر را جدی در دست دارند و دیر یا زود باید بر این مسئله رای حل را سنجید. این در حالی است که چند قبل روسیه پشتیبانی کامل خود را از تاجیکستان علیه طالبان اعلام کرد. و در پایان خبری که باورتان نخواهد شد. پیشنهاد عضو کنگره آمریکا برای صدور ویزای ویژه مهاجرت به دارندگان فولبرایت و خانواده های آنها. یک عضو کنگره آمریکا قانونی را به این مجلس پیشنهاد کرده است که بر بنیاد آن برای شهروندان افغانستان که شامل برنامه بورسیه فولبرایت هستند باید ویزای ویژه مهاجرت این کشور داده شود. با گزارش صدای آمریکا، جان گرامندی، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، در بیانیه گفته است که به افغانهایی که از طریق برنامه فولبرایت در آمریکا زندگی میکنند ویزای ویژه مهاجرت داده شود. این نماینده دموکرات کنگره آمریکا افزوده است دولت آنها و خانواده هایشان را آزار و اذیت، طالبان و اسکان مجددشان در آمریکا کمک کند. در همین حال گفته شده است که منظور از خانواده وابستگان نزدیک همسر و فرزندانشان است. گفتنی است که فولبرایت یکی از بزرگترین برنامه های بورس تحصیلی می باشد که سالانه تعداد زیادی از دانشجویان، محققان و دانشمندان آمریکایی و خارجی در این برنامه تحت شرایط خاص پذیرفته شده و برای ادامه تحصیل و یا تحقیق خود به دانشگاه‌های مختلف در سراسر جهان اعزام می‌شوند.